جمعه شب، آسمان جنوب اسرائیل دود و آتش. پرتاب 40 راکت از نوار غزه به سمت اسرائیل. شنبه و پاسخ تل‌آویو، 80 حمله هوایی به مواضع حماس در نوار غزه. این تصاویری که اهداف این حمله ها را نشان می دهد به گواه وزارت دفاع اسرائیل. امروز و پس از میانجیگری مصر، این نوار مرزی پرمناقشه آرام و در آتش بس است. اما نقطه عطف این جدال گزارش وزارت دفاع اسرائیل. سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرده به روشنی پیداست که این راکت ها از سوی سپاه قدس جمهوری اسلامی مستقر در سوریه هدایت شدند. حمایت تمام و کمال تهران از فلسطین و گروه‌هایی چون حماس و فتح با آنکه با فراز و نشیب روبرو بوده، اما هیچگاه قطع یا پنهان نشده. بیت المقدس پایتخت فلسطین است و آمریکا و بزرگتر از آمریکا و کوچکتر از آمریکا و ازناب آمریکا در قبال حقیقت و سنت الهی در مورد فلسطین هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. حفظ تمامیت ارضی فلسطین به عنوان قبله اول مسلمانان دکترین 14 جمهوری اسلامی است که به باور حکومت با نابودی اسرائیل محقق خواهد شد. از این رو تهران در 3 زاویه جغرافیایی هدف خود را دنبال می‌کند. در مرزهای جولان سوریه از طریق حضور نظامی سپاه، در شمال لبنان از طریق حزب الله لبنان، در غزه از طریق گروه حماس و جهاد اسلامی. جنگ‌های نیابتی منطقه هم فرصت خوبی به جمهوری اسلامی داد تا از این آب گلالود استفاده کند و امپراتوری اسلامی شیعه خود را گسترش دهد. نفوذ نظامی سیاسی در بغداد، دمشق و بیروت. مهمتر آن که مقام‌های تهران قصدی هم برای پنهان کردن ردپای این حضور در سرزمین‌های همسایه ندارند. در عراق و سوریه پایگاه‌های نظامی دایر کردند و صراحتاً توسعه موشک‌های بالستیک در منطقه را دنبال می‌کنند. داعش از میان رفته، اما نیروهای نظامی تحت حمایت تهران که مدعی هستند به دعوت صاحب خانه آمدند، هنوز در این سرزمین‌ها جولان می‌دهند. کشور میزبان وارد اون کشور تهدیدی جدی در برهم زدن آرامش منطقه که از سال گذشته و به دفعات از سوی بنیامین نتانیاهو و البته جامعه بین الملل نسبت به آن هشدار داده شده. این نگرانی تا به آنجا پیش رفت که متحدین منطقه‌ای هم تغییر مواضع بارزی در مقابل این اقدامات تهران از خود نشان دادند. نزدیکی مسکو و تل‌آویو یکی از همین تغییراته. در واقع محاصره تل‌آویو توسط تهران آتش زیر خاکستر را شعله‌ور کرد. از سپتامبر تا کنون 200 نقطه در سوریه توسط اسرائیل هدف حمله موشکی قرار گرفتند. تل‌آویو میگوید پایگاه‌های نظامی وابسته به تهران را در سوریه نشانه گرفته. بنابراین و با ورود S-300 روسی به دمشق، این پوتین بود که برای جلوگیری از هر گونه تنش دیگر مسامحه با نتانیاهو را در دستور کار قرار داد. رویکردی که گواه از تفکیک هدف میان دو متحد تهران و مسکو برای حضور در منطقه دارد. مسکو حمایتی از حزب الله لبنان نمی‌کند. از این رو جمهوری اسلامی برای تکمیل پازل خود ناگزیر است به حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی نزدیک‌تر شود. تهران فقط در ماه اوت گذشته 30 میلیون دلار برای حمایت از این گروه‌های جهادی فلسطینی به فلسطین منتقل کرده. جدا از نیروی انسانی که برای آموزش نظامی و توسعه قدرت تاکتیکی آنها انجام می‌دهد. اینها همه در حالی است که یحیی سینوار رهبر حماس که بیش از یک سال است به جای اسماعیل هنیه نشسته، هفته پیش صحبت از آشتی فلسطینیان و آتش بس نوار غزه کرده بود. حالا اما به نظر می‌رسد که وزنه فشار تهران برای مقابله با اسرائیل از قاهره که به دنبال برقراری صلح دو طرف است سنگین‌تر شده و از سوی دیگر گروه‌های فلسطینی منتظر چراغ سبز حماس نیستند. فرصتی که جمهوری اسلامی آن را مناسب می‌داند برای به آتش کشیدن دشمن کهنه اسرائیل، کشوری که این روزها با عمان نزدیک هم شده. فیروزه جابانی، اتاق خبر.